به نام خدا خانش کتاب پیام جسم پیام روح پیام های نهفته در بیماری ها از کانال ما تیو قسمت ششم قوزک پا مچ پا مچ پا قوزک پا سومین و آخرین مفصل اصلی است که به پا و بقیه ساق پا قدرت تحرک می دهد. قوزک پا حرکتی مفصلی دارد که به پا زرافت حرکت می دهد. دردهای قوزک پا پیچخوردگی، درد و جراحاتی که در ناحیه مچ پا یا قوزک پا ظاهر می گردد از مشکلات ارتباطی خبر می دهند. به این معنی که نشانگر کمبود استواری یا انعطافپذیری پذیری ما می باشند. این دردها به ما میفهمانند که در حال گذران دوره هستیم که موقعیت های ما، معیارهای زندگی ما و طریق برخورد ما دیگر مناسب نیستند و ما را خوشحال نمی کنند و اینکه در حرکت برای تغییر آنها مشکل داریم. این موقعیت ها با کمبود انعطاف و ملایمت یا واقعیت گرایی مواجه هستند. بنابراین خود را مجبور به توقف می کنیم. زیرا دیگر نمی توانیم در این مسیر به راه خود ادامه دهیم. فشارها یا دردهای قوزک پا می توانند بدین معنی نیز باشند که ما برای تصمیم گیری در موردی مشکل داریم. مثل تصمیم مهمی برای زندگی فعلی که در حال گذران آن هستیم. دردهای کف پا کف پاها فشارهایی را که ما در رابطه با دنیای خارج احساس می کنیم به صورت درد و ناآرامی بروز می دهند. بدین مفهوم که در رفتارهای همیشگی ما و موقعیتهای برگزیده شده یا موجود ما عدم اطمینان، عدم ثبات و امنیت به وجود آمده است. هنگامی که فشار در پای راست بروز می کند با سمبل پدرانه یعنی مزکر و در پای چپ با سمبل مادرانه در ارتباط است. بیهسی پاها این نشانه بیانگر این است که شما در فقر عاطفی به سر می برید. و خود را از عشق دیگران دور نگه می دارید. در حقیقت پاهای شما مثل احساساتتان هستند. پیچ پاها گاهی اوقات سرسختی زیادی نسبت به دیگران نشان می دهیم. اگر از این امر آگاه نباشیم، پیچ خوردن توجه ما را به این امر جلب می کند. با این وجود، باز به اعمال قدرت بر دیگران ادامه می دهیم. بگذارید مردم به شیوهی که خود دوست دارند زندگی کنند. به این ترتیب آنها شادتر خواهند بود و دیگر نیازی نیست که مچ پا یا دستتان پیچ بخورد. انگشتان پا پا دارای پنج انگشت متفاوت به لحاظ شکل و انداز است. انتهای ظریف انگشتان نقاط اتکا را نشان می دهند. آنها تکمیل کننده پا هستند. در نتیجه انتهای موقعیت های ما، شرح اعتقادات ما یا دقت رفتارهای ارتباطی ما محسوب می شوند. هر انگشت به نوبه خود نشانگر جزء خاصی است که ما آنها را به کمک کانالهای انرژی که در آنها به انتها می رسند یا در انگشت مربوط شروع می شوند رمزگشایی می کنیم. به کمک هر کدام از انگشتان پا و نقاط انرژی زایی که در نقطه انتهایی آنها هستند فرد می تواند ناخداگاه ولی سودمندانه فشارهای احتمالی موجود را تخلیه یا تحریک کند. باید بدانید به هیچ وجه اتفاقی نیست که یکی از انگشتان پا می سوزد و به جایی اصابت می کند و یا ضربه میخورد. آنها در حال ابراز کردن یا تخلیه فشار ارتباطی هستند. دردهای انگشتان پا در این بخش معنی کلی هر یک از انگشتان پا و دردهایی را که ممکن است در آنها مشاهده گردد توضیح خواهیم داد. انگشت اول این انگشت به تنهایی منشأ دو کانال انرژی است. یکی لزلمده و دیگری کبد. به همین دلیل است که این انگشت هنگام یائسگی به سرعت تغییر شکل می دهد. فشار یا جراحات بر روی این انگشت نشان دهنده این است که ما فشاری به همین میزان را در رابطه با دنیای خارج تحمل می کنیم. دومین انگشت انگشت اشاره یا نشانه محلی است که کانالهای انرژی معده به آن ختم می گردد. یعنی رابطه بین ما و ماده را مدیریت می کند. رابطه ما را با حزم این ماده. تاول، پینه، درد و جراحات وارد بر این انگشت برای ما از مشکل اداره کردن مدیریت بعضی از موقعیت مادی یا کاری حرف می زند. سومین انگشت در این انگشت هیچ گونه کانال انرژی وجود ندارد اما به طور غیر مستقیم با قسمتی از قلب در ارتباط است دردهای این انگشت بدین مفهوم است که ما در برقرار کردن توازن بین رفتارهایمان به خصوص رفتارهای مربوط به آینده دچار مشکل شده ایم. ترس از جلو رفتن آن هم به صورت صحیح می تواند توسط این انگشت ابراز گردد. چهارمین انگشت کانال انرژی کیسه را به این انگشت می آید. این انگشت جزئیات روابط ما با دنیا را مطرح می کند. چه در راه حق و یا ناحق. انگشت انگشتری به رابطه ای مربوط می گردد که ما از لحاظ شرایط و کیفیت از آن راضی و خوشنود نیستیم. پنجمین انگشت کانال انرژی مسانه از این انگشت می نقش این کانال انرژی تخلیه مایعات اندامی و خاطرات قدیمی است. هنگامی که این انگشت به محلی برخورد می کند بسیار دردناک است. یعنی به دنبال راهی برای تخلیه خاطرات قدیمی یا مشکل قدیمی هستیم. ران و استخوان آن ران بین لگن خاصره و زانو واقع شده است و ران می بازتاب مرحله گذر خاطرات، ترسها و یا تمایلات ناخداگاه به سوی خداگاه باشد. بروز درد و ناراحتی در این قسمت ها می تواند جهتگیری نیز داشته باشد. می تواند موقعیتی باشد که شخص آن را تجربه کرده و در زمیر آگاه خود آن را پذیرفته اما در لایه های درونی هنوز آن را نپذیرفته است. چنانچه درد یا جراحات در استخوان فمور قرار داشته باشند به این معنی است که فشار وارد شده وابسته به ساختاری عمیق است. دردهای ساق پا دردهای ساق پا از مشکلات پذیرش تغییر صحبت می کنند که گاهی معیارهای خارجی زندگی بر ما تحمیل می کند. مشکل ما برای تغییر عقیده یا موضع در مورد نقطه نظر معمولی رابطه ها با دنیا می تواند توسط درد در ساق پا و یا حتی ایجاد شکستگی در آن بروز کند. شکستگی وقتی ایجاد می شود که فشار بسیار سنگین باشد و موزعگیری ما چنان دارای ریشه های قوی است که نمیتواند تغییر تحمیل شده از دنیای خارج را قبول کند نرمی استخوان نرمی استخوان به طور کلی با عواطف ما نقش مستقیمی دارند در صورتی که شما اکنون از نرمی استخوان رنج میبرید بدانید عشق و امنیت کافی در زندگیتان وجود ندارد بنابراین احساس عدم ثبات درونی می کنید حتی میتوان گفت که از نظر عاطفی تغذیه نشده اید. به این جنبه های زندگی توجه کنید و به خاطر داشته باشید که همواره از سوی طبیعت تغذیه می فلج و رعشه فلج غالبا حاکی از عدم پذیرش مسئولیت است و به دلیل ترس و حول ناگهانی ایجاد می شود. در بسیاری موارد، فرد از نظر ذهنی قابل انعطاف است، اما با این انعطاف مبارزه و یا حقیقت را سرکوب می کند. این مسئله را درک کنید که شما بخشی از همه زندگی هستید و به تجارب تازه احتیاج دارید. ورم مفاصل ورم مفاصل شما را مجبور به استراحت و جبران فعالیت جسمی زیاد می کند. زیرا شما از درون سخت لجباز می شوید. سعی کنید صادقانه با این حقیقت روبرو شوید. شاید شما خیلی سختگیر و خشک هستید. حاصل آن تلخی، رنجش و بدخلقی است. شما احساس می کنید کسی دوستتان ندارد. اما عشق در همه جا هست و شما فقط نیازمند گشاده بودن هستید. آرتروز شخصی که از این بیماری رنج می برد، سخت به مفاهیم ذهنی و عقاید خود می چسبد. در این صورت رفته رفته قابلیت انعطاف حرکت جسمی را از دست می دهد. جابجایی دیسک این شرایط عدم تصمیم گیری قطعی را نشان می دهد که غالباً همراه با فقدان احساس حمایت عاطفی است. چیزی در درون شما خشک و مسدود شده است و شما نیز خشک و بی حرکت شده اید. شاید در جستجوی عشق و شناخت انرژی زیادی مصرف کرده اید و حالا خود را تحت فشار زیادی می بینید. اکنون هستی فرصت مناسبی را در اختیار شما قرار داده تا از نو شروع کنید. اگر به زندگی اعتماد کنید، زندگی نیز شما را حمایت خواهد کرد. فصل یازده اعضای بالای بدن شامل گردن، شانه ها و دست ها. مشکلات کلی شانه این علامت نمایانگر به دوش کشیدن باری بیش از حد سنگین است. حمله این بار بر شما بسیار گران آمده. به آنچه بردوش گرفته اید درست نگاه کنید و ببینید آیا حمل باری به این سنگینی ضروری است؟ شجاع باشید تا این بار را بر زمین نهید تا شانه هایتان سبک شوند و اگر چنین کنید دیگر بدن شما با چنین حالت ناراحت کننده ای اختار نمی دهد. درد گردنی گردن ما با کل شقی و لجاجت ارتباط دارد و اصطلاح گردن شق نیز این مسئله را ثابت می کند. افرادی با مشکلات گردن غالبا دید محدودی نسبت به مسائل دارند و معمولا از خودخواهی، سختی و سماجت خود بیخبرند. اگر یاد بگیرید قابل انعطاف و صبور باشید و عقاید دیگران را بپذیرید، گردن شما هیچگاه خشک نخواهد شد. آرنج هنگامی که یکی از آرنج های ما درد می کند، بدین مفهوم است که برای پذیرش چیزی که بر سرمان می آید و یا موقعیت دچار مشکل شده ایم. در سطح بازو این تنش اجباراً در رابطه با نشان دادن عکس عمل های ما می باشد. پس اتفاقی افتاده یا کسی عملی را انجام داده که ما آن را رد می کنیم. یعنی پذیرفتن آن برای ما مشکل است مگر با اجبار و زور. همچنین تنش های آرنج به ما از ناخوشایند بودن طریقه عمل مربوطه به خود یا دیگری خبر می دهند. چنانچه درد یا جراحت در آرنج راست پدیدار گردد با سمبل پدرانه در ارتباط است و در سمت چپ با سمبل معنس در ارتباط است. مچ دست پیچ درد و یا جراحات مچ دست با ما از تنش، کمبود انعطاف و امنیت در اعمال ما و یا در خواسته های ما برای فعالیت و یا عقایدمان صحبت می کند. این نشان می دهد که رابطه ما با عمل و کاری که انجام می دهیم درست نیست. و احساس امنیت نمی کنیم. تنش ها در مچ دست از انعطاف ناپذیری ما صحبت می کند. درد های دست درد های دست از رابطه ما با فعل انجام گرفته در دنیای خارج صحبت می کند. تنش ها، دردها ها، و رنج های دست به این مفهوم است که رابطه ما با دنیای خارج یک رابطه بر پایه حاکمیت، قدرت، مالکیت یا حرس و طمع است ما بیش از حد میخواهیم چیزها یا انسانها را برای خود نگه داریم و بر آنها مسلط شویم چه به لحاظ نفس تسلط و چه از روی ترس هنگامی که دست بسته می شود برای آن است که می ترسد و می خواهد چیزی را نگه دارد. مشت کاملا به دست مربوط است و دردهای آنها اغلب مشترک است و نشان دهنده یک مشکل بزرگ در مورد رها کردن چیزی است که نمیخواهیم رها کنیم مانند خواسته تسلط تملک یا قدرت بر روی دنیا انگشت های دست انگشت دست کانال انرژی ریه در انگشت شست به انتها می رسد. این انگشت محافظت، دفاع و اکسل عمل در برابر دنیای بیرون را بر عهده دارد. وقتی کودکان نیاز به دلگرمی دارند، شروع به مکیدن شست خود می کنند. شست نشانگر امنیت خارجی، محافظت و دفاع می باشد. در ضمن شست می تواند غم یا ناخورسندی را نشان دهد. تمام موارد مثل جراحات و غیره مربوط به تصور احتیاج به محافظت و دفاع در رابطه با تهاجم دنیای خیالی یا واقعی یا شکست و اندوهی است که قبلا تجربه کرده ایم. انگشت نشانه انگشتی است که کانال انرژی روده بزرگ در آن شروع می شود و به معنای انگشت محافظت است اما در حقیقت به معنی تخلیه یا حتی دفع آنها به طرف بیرون است همین امر باعث می شود تا انگشت درخواست اعمال قدرت اتهام زدن و حتی تهدید باشد او امر می کند اداره می کند و مسیری را که تهدید می کند مشخص می سازد. تنش ها و درد هایی که در آن بروز می کند بیشتر در رابطه با احتیاج به تخلیه چیزی است و به این معنی که آن را در درون نگه ندارد. این چیزی که باید تخلیه گردد غیر قابل قبول تشخیص داده شده است و مجبور به تخلیه آن هستیم. تا حدی که در لغت به معنی حذف خواهیم رسید. بنابراین اکثر اوقات مربوط است به آنچه بر ما گذشته و برای ما مناسب نبوده است. دردهای انگشت نشانه در عین حال می تواند ابراز تمایل شدید به اداره کردن و حکمرانی نیز باشد. انگشت وسط در این انگشت کانال انرژی قلب به پایان می رسد. این انگشت نشان دهنده مدیریت درونی می باشد و همچنین نشانگر اداره مسائل جنسی است. بنابراین نشانگر خوشنودی از چیزی است که بر شخص گذشته و یا عملی که انجام داده است تنش‌ها یا دردهایی که در آن بروز می‌کنند نشانگر ناخوشنودی در مورد وضعیت‌ها و انجام اعمار یا چیزهایی است که در زندگی اداره می‌کنیم انگشت حلقه این انگشتی است که کانال انرژی کانون سگانه قلب که عنصر وجودش آتش است در آن شروع می شود. جراحات و تنش انگشت حلقه از مشکل ما برای پیوند دادن یا متحد کردن صحبت می کند و به ما می گوید که چقدر برای ایجاد یک همبستگی میان تمام اعضای داخلی خودمان و زندگی می توانیم دچار مشکل گردیم. انگشت کوچک این تنها انگشتی است که دو کانال انرژی پهلو به پهلو در آن قرار دارد. آنها مربوط به قلب و روده کوچک هستند. این انگشت مربوط به زرافت، طرح ریزی، عاطفه، سطحی بودن، حتی توقع و ادعا می باشد. تنش هایی که بر روی این انگشت بروز می کند، نشانگر احتیاج عاطفی یا تمایل به ظاهرسازی در نقشی است که ما آن را بازی می کنیم. بازو تنش های محسوس در بازو، نقطه دردناک، گرفتگی ازولات، گرفتگی رگ عصبی نشانه مشکل در نشان دادن عکس عملی هستند که شخص احساس می کند باید آن را نشان بدهد. خاطرات یا زخم های ناخداگاه عمیق یک فرد که به طرف سطح آمده ولی شخص نمیخواهد آنها را قبول کند توسط دردهای بازو بروز خواهند کرد. اگر خاطره ای که به سوی سطح می آید بسیار شدید باشد، حتی شکستگی استخوان بازو را نیز خواهیم داشت. تنش های بازو می تواند نشانگر آنچه باشد که بر ما گذشته و در زمیر ناخداگاه قبول شده ولی هنوز در اعماق وجود آمادگی پذیرش آن را نداریم. می تواند مورد کسی باشد که چیزی را واگذار کرده که برایش اهمیت فراوان داشته است. چنانچه درد یا جراحات در استخوان بازو باشد، مفهوم آن این است که تنش به ساختار عمیق، اعتقادات و ارزش های ناخودآگاه شخص در اعمالش مربوط می شود. اما چنانچه در ناحیه بازو پدیدار گردد در برابر بروز کم اهمیت تری قرار داریم. دردهای ساعد این دردها از مشکل در پذیرش اعمال یا طرز برخورد با آنچه بر ما میگذرد خبر میدهند. مشکل ما برای انتخاب برای فراهم نمودن طرق جدید وارد عمل شدن غیر از آنچه که تا به حال به آن عادت کرده ایم یا به آن اطمینان داریم می توانند توسط درد در این ناحیه بروز کنند و یا حتی دچار شکستگی گردند شکستگی هنگامی ایجاد می گردد که فشار بسیار قوی باشد و مصدور کردن انرژی های ما نسبت به عمل انتخاب آنقدر عمیق و سخت و قدیمی باشند که نتوانند پیچیدگی را که از خارج تحمیل می شود قبول کنند. اما اگر فقط در ساعد کشیدگی ایجاد گردد به این مفهوم است که مشکلاتی در حرکت داریم مشکل برای این که به مش و دست امکان ایفای نقش خود را بدهیم و مشکل در توانایی تغییر دادن طریقه و روش عمل در زندگی فصل دوازدهم مشکلات روانی افسردگی افسردگی حاصل ظلم شدیدی است فرد افسرده با ملامت نفس و احساس گناه به خود روا می دارد. پرخاشگری های بیرونی ناخداگاه سبب احساس گناه در فرد می شوند. بنابراین آن را به سوی خود باز پس می رانند. افسردگی نوعی امتناع از مسئولیت است. فرد افسرده ناامید است. احساس گناه دوباره فرد را با مسئولیت روبرو می کند. افسردگی می تواند هنگامی روی دهد که وارد مرحله جدیدی از زندگی شده ایم. این امر در مورد افسردگی های پس از زایمان نیز صادق است. افسردگی می تواند شما را با مرحله از زندگی چون پیری، مرگ، تنهایی، خسارت و غیره روبرو کند. مراحلی که نتوانسته با آنها کنار بیایید. به جنبه از زندگی بنگرید که سبب افسردگی شما شده است. راه خود را در این میان بیابید. آنچه که زندگی به همراه می آورد یک نداست و پیغامی عمیق. انرژی درمانی ریکی کمک مؤثری در این جنبه ها و تلاشی در جهت انسجام بخشیدن به آنهاست. شب ادراری بچه ای که شبها موقع خواب ادرار می کند، هر آنچه که در طول روز جرأت نداشته باشد بیان کند، در شب رها می سازد. به این ترتیب، فشارهایی را که مادر، پدر، مدرسه و غیره بر او وارد کرده اند در خود سرکوب می کند. لطفاً به فرزندان خود عشق و آزادی بیشتری بدهید. جویدن ناخون ناخون ابزار دفاعی و خاراندن هستند. غالبا جویدن ناخون بیانگر ترس از ابراز پرخاشگری های پنهانی است. این مسئله غالباً هنگامی اتفاق می افتد که والدینی که فاقد اعتماد به نفس لازم هستند فشار زیاد بیش از حد توان کودک بر او وارد می آورند. کودکی که ناخانهایش را می جود، تلاش می کند بر اعتماد به نفس خود بیفزاید. به کودک خود این آزادی را بدهید که بدون احساس گناه و آزادانه همه جنبه های شخصیت خود را ابراز دارد. عصبانیت عصبانی بودن بیانگر فقدان صلح و آرامش است که حاصل شتاب بیش از حد هیجان و آرزوی انجام امور به بهترین نحو است. یاد بگیرید که به جریان زندگی اعتماد کنید و به خاطر بسپارید که سالک راه بیپایانی به سوی ابدیت هستید. بنابراین نیازی به تعجیل نیست. بیهوشی بیهوشی اکسل عملی ناشی از ضعف درونی و ترس از عدم قدرت در برخورد با مسائل است. اما می تواند بیانگر ترس از دست دادن قدرت نیز باشد. یاد بگیرید ماجرای زندگی خود را دنبال کنید و همراه با جریان پیش بروید. آنچه را که به شما نزدیک می شود بپذیرید. به زودی پی خواهید برد که برای رویارویی با زندگی و هر چه همراه دارد از پیش مجهز به قدرت و دانش بوده اید. بی خوابی. به خواب رفتن مبین اعتمادی است که نیازمند رها کردن فعالیت، کنترل و گشودن فرد به ناشناخته است. هر زمان که میخوابید مرگ کوتاهی را تجربه می کنید. علاوه بر آن، هنگام خواب شب، آنچه که در روز سرکوب شده، ناخداگاه ظهور می کند. افرادی که هنگام به خواب رفتن مشکل دارند، معمولا هنگام مرگ نیز مشکل خواهند داشت. زیرا آنان راضی و یا قادر به رها کردن نیستند. به روزی که در پیش است فکر نکنید چون فردا به مسائل فردا خواهید رسید. به راحتی آغوش خود را به آنچه در پیش دارید بگشایید. جنبه های تاریک زندگی خود را بشناسید و آنها را بزدایید. ناهنجاری جنسی در تمام ناهنجاری های جنسی، فرد مبتلا با جنبه های از هستی خود روبرو می شود که آن را نفی کرده و غالبا به تلخی با آن مبارزه می کند. شکل بروز ناهنجاری های جنسی نشان می دهد که فرد فاقد چه کیفیاتی چون حالت مزکر، حالت معنیس، تواضع برتری تربی و غیر است. این ناهنجاریها ها فرد را به حل تضادهایی که حاصل فقدان این کیفیت ها نیست سوق می دهد. قطبهای متضاد درون خود را به وحدت رسانده و انسجام بخشید تا مجبور نشوید این کار را به شیوه افراطی انجام دهید در نتیجه به از رابطه جنسی لذت واقعی خواهید برد لکنت زبان لکنت زبان از جریان آزاد و راحت تکلم زبانی و ارتباط جلوگیری می کند. مسئله فوق نشان دهنده این حقیقت است که افکار عواطف و تمایلاتتان نوعی احساس ناامنی در شما به وجود آورده است. شما ناآگاهانه میکوشید هر گونه ظهور بیرونی این حقیقت را کنترل کنید. خود را به روی افکار، عواطف و آرزوهایتان بگشایید و آنها را بدون محکوم کردن به هر طریقی بپذیرید. به این ترتیب بر اعتماد به نفس شما افزوده خواهد شد. و گشودگی و ارتباط با دیگران را راحت تر خواهید یافت. اعتیاد اعتیاد همواره راهی برای دستیابی به رضایت است. در این صورت شما از طریق قدرت خود قادر به یافتن رضایت نیستید. از این روست که توجه شما معطوف به جایگزین آن می شود. شما با استفاده از مواد امیدوارید از سختی زندگی بکاهید. هر دارو یا ماده مخدری که شما به آن معتادید و یا بیش از حد از آن استفاده می کنید، نشانگر جایگزین کردن اجباری اهداف واقعیتان با این مواد است. ظاهرا راه زندگی برای شما بسیار مشکل و مسئله ساز است. شاید گام برداشتن در این راه غیر ممکن به نظر می رسیده و یا در آغاز سفرتان به سکون رسیده اید. احتمالا هیچگاه به دلیل محکوم ساختن خود و یا فقدان اعتماد به نفس راهی آن نشده اید. سعی کنید بفهمید چه می خواهید. سپس در جستجوی راه راحتی باشید که شما را به این اهداف می رساند. باید راهی وجود داشته باشد تا شما را به آنجا هدایت کند. الکلیسم مصرف بیرویه الکل غالبا نتیجه فرار از تضاد هاست. شما سعی می کنید آنچه که جویدنش را مشکل یافته اید بشویید و هضم کنید. غالبا افرادی که شروع به نوشیدن می کنند احساس پوچی، پستی و گناه دارند که همگی با وابستگی به الکل شدیدتر می شوند. سعی کنید خود را با همه ی کمبودها و ضعفهایتان دوست بدارید. پذیرش این جنبه ها از خود نخستین گام در غلبه بر آنهاست. مراقبه نیز به شما کمک می کند صلح و احترام بخیش و خوشبختی را بیابید. و به جای گریز از مشکلات به شما توانایی حل مشکلات را می دهد. اشتهای کاذب خوردن اجباری باستابی از اشتها برای زندگی، عشق و تغذیه عاطفی است. در شما احساس خلعی وجود دارد که ناامیدانه میکوشید به شیوه جسمی آن را پر کنید. زیرا هیچ راه دیگری برای غلبه بر آن نمیابید. و غالبا فرد درگیر احساس ناامنی می کند و می ترسد چیزی را از دست بدهد. یاد بگیرید خود را بپذیرید و به خود عشق بورزید. پس از آن می توانید راحت تر محدودیت های نفس خود را از میان بردارید و آن را تغذیه ای معنوی کنید. در عین حال از این حقیقت آگاه شوید که منشأ پایان ناپذیری از عشق و رضایت در شماست. مشروط بر آنکه فقط این سرچشمه را بیابید و از آن بهره ببرید. بی اشتهایی عصبی این آشفتگی غالبا هنگام بلوغ دختران جوان اتفاق میافتد. این امر نماد آرزوی ناخداگاه برای گریز از جنبه های جسمی و جنسی است که خود را در شکل میل شدیدی به پاکی بروز می دهد. سعی کنید بپذیرید شما مشتاق گرما هستید به خاطر بسپارید که این مسئله وقتی اتفاق میافتد که همه جنبه های زندگی را بپذیرید و قادر باشید تمامیت درونی و آزادی واقعی را به دست آورید. اعتیاد به نیکوتین شوشها نماد آزادی و ارتباطند. هنگام سیگار کشیدن شما تلاش می کنید این آزادی را به اجبار اظهار و ابراز کنید. با این وجود در این جریان آرزوهای شما بیشتر و بیشتر می شوند. از آنچه واقعا میخواهید آگاه شوید. سپس قادر خواهید بود با مسائل راحت تر کنار بیایید. ارتباط درست می تواند در فضایی از وضوح و صمیمیت روی دهد. اختلالات عصبی اختلال عصبی و روانی با سرکوب شدید بخشی از زندگی ارتباط دارد که بی نهایت منفی تلقی شده است. اختلال های عصبی چون وسواس شما را به شدت با جنبه ای روبرو می کند که آن را سرکوب کرده اید. در نتیجه شما مجبور می یاد بگیرید که این بخش از زندگی را بپذیرید. هنگامی که قادر به چنین رفتاری شدید، دیگر امکانی برای وجود اختلال روانی نیست. زیرا این علائم به شما می گویند که مسائل و آنچه که از آن اجتناب می کنید را بپذیرید. اگر ترتیب این کار را بدهید، دیگر شما مجبور نیستید یک بودی بودن خود را با اختلال عصبی جبران کنید. فراموشی اگر فراموشی شما امری مستمر باشد، احتمالا حاکی از آن است که باید یاد بگیرید چیزی از گذشته را که به آن چسبیده رها و فراموش کنید. اگر مسئله این است، احتمالا بارها بدون آن که واقعا چیزی را حل کنید، افکار خود را درگیر مشکلات کهنه کرده اید. آگاهانه بکوشید از شر این مشکلات رها شوید. در لحظه باشید و هر روز خود را به شگفتی های زندگی بگشایید. اگر بتوانید ترتیبی دهید که واقعا مسائل گذشته را فراموش کنید، نیازی نیست که دیگر هیچگاه دچار فراموشی شوید. پایان قسمت ششم